رادیو همراه بفرمایید. الو سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. پدر من رو داریم؟ صدا رو دارم. از کجا تلفن میکنید شما؟ من از اروپا تماس میگیرم. روی بلندگو که نیستی؟ چون کمی میپیچه، اگر نه که هیچ، مهم نیست. آره بفرم. من رو بلندگو نیستم ولی بیرونم، ممکنه صدای اطرافم کنار آبم فکر میکنم این دلیلش باشه. برحال بفرمایید. اوکی، ولی من صدای شما رو نمیدونم چرا، برای من عوض شد الان، کمی واضح‌تر نمیاد، ولی اوکی من حرفام میزنم، امیدوارم درست بهتر بشه. بفرمایید. من 29 سالمه و آخرین بچه خانواده‌ام، یه خواهر برادر دارم و نزدیک 4-5 سالی میشه که اروپا هستم. رابطه های مختلفی داشتم ولی خب همش کوتاه مدت بوده، بیشترینشون دیگه 6-7 ماه طول کشیده. ولی این اواخر من وارد رابطه‌ای شدم که طرف من یه دختری بود که 7-8 ماه بود جدا شده بود و من وارد این رابطه شدم باش. رابطه هم نمیتونم اسمشو بذارم. نزدیک 1 ماه با هم صحبت که کردیم به مشکلات زیادی خوردم. بعد از چند هفته صحبت من ازش خواستم که همدیگر رو ببینیم و بعد از اینکه همدیگر رو دیدیم تمام اون صحبت‌هایی که کردیم همه چیز عوض شد و به من گفتش که من هنوز عاشق شوهرمم. من می‌خواستم سعیمو بکنم که همه چیز گذشتم رو فراموش بکنم ولی نتونستم و نمیتونم. منم گفتم خب من چیکار میتونم بکنم؟ خب عاشق شوهرتون این، بفرمایین بریم، من کاری از دستم ساخته نیست. ولی خیلی ناراحت شدم. من اینجوری برای شما توضیح میدم اما یعنی چی؟ دست درگیر شد. برای چی ناراحت شدی؟ من برای آدم... ناراحت شدم که نزدیک 3 هفته با هم تلفنی تصویری هر روز نزدیک 4-5 ساعت حداقل حرف میزدیم و ایشون طوری حرف میزد که من انگار غرق شدم تو اون حس و حالی که ایجاد شد. یعنی اینجوری بود که من صبح با مثلا با تلفنای همدیگه از خواب بیدار میشد. مثلا شما بیخوری؟ آخه عزیز من، شما حرف تو این است که اگر یک کسی اومد سراغ من باید نیتش خوب و خیر باشه، هدفش خوب باشه، کارش هم درست باشه. از هم چیز نیست. شما میتونید کسانی بهتون توجه کنن که بیمار کامل روانی، دوم حوصله‌شون سر رفته میخوان وقتشون رو پر کنن، سوم دنبال یک کسی هستن که مثلا بهش نزدیک بشن، براشون خرج بکنه یا رابطه جنسی داشته باشن. شما چرا بهتون برخورده؟ شما اومدید گفتید بنده آمادم برای رابطه یا آمادم برای خدمت. آدم ها پیدا شدن گفتن خب حالا خونه ما را تمیز کن، نمیدونم برای ما غذا درست کن، منو ببر این ور اون ور، ولی برخوردن نداره. بعدم تازه حالا باید خوشحالم باشید یه دختر بعد از این مدتی برگشته گفته من خواستم از تو به عنوان مرهمی روی زخمم بگذارم یا شاید بتونم شوهرم فراموش کنم، سبب شد که نکنم، بنابراین مثلا به او علاقه مندم یا برمیگردم. بعدم شما قرار نبوده با کسی که جدا شده رابطه برقرار کنید. اگر شما میخواید بگید، از نظر من اگه کسی 5 سال توی ازدواج بوده حداقل 5 ماه قرار نیست با هیچ کس باشه تا بتونه از گذشته پاک بشه. شما برای چی وقتی فهمیدید یه کسی تازه از همسر جدا شده فکر کاندیده؟ بعدم شما صحبت اولتون هم برای من عجیب بود عزیز. شما من گفتید که من 4-5 سال اومدم اروپا، حتما قبلش هم ایران هم مورد نظرتون بوده، چند تا رابطه بودم به جایی نرسه، اصلا قرار نبوده برسه. شما آمدید به اروپا، شما اصلا آمادگی ندارید. مثل اینکه من برگردم بگم 2 روز اومدم مثلا شهر شما، نمیدونم چرا نمیتونم خونه بخرم. میگه خب من تو 2 روز اومدی، 4 روز دیگه هم میخوای بری خونه، برای چی میخوای بخری؟ خب برو هتل. شما چرا انتظار داشتید که روابط عمیق سنگینی داشته باشید؟ یعنی انتظار شما برای من مسئله است تو گفتگوی اولتون. دومی هم باز اینو نشون میده که اگر یه دختری اومد سراغ من باید صمیمی باشه، صادق باشه، سالم باشه، هدفهای انسانی داشته باشه، چنین و چنان باشه. ما همچین جایی نداریم عزیز. خب آی دکتر، من کاملا با شما موافقم، فقط مشکل من سر اینه که
ایشون صحبتاشون رو طوری شروع کرد، مثلا گفتش که خب تو با این مشکلی نداری، من قبلا ازدواج کردم و این بعد چند ماهی جدا شدم 7-8 ماهی. من گفتم نه مشکلی نیست، من با گذشته تو کاری ندارم، اما اگه میخوای برام توضیح بدی من خوشحال میشم اگه میخوای برام. و ازش هم حتی پرسیدم که هنوز از لحاظ احساسی درگیر اون رابطه هستی؟ گفت نه متنفرم و نمیخوام برگردم. گفتم خب متنفری یعنی این که هنوز درگیری؟ خب حالا حرفاتون درست، ولی بعدن به عزیز من آدما جدا میشن، بعد میگن چرا اشتباهی بزرگ کردم، میرن خواهش میکنن، التماس کنن برگردن. آخه شما چرا چرا شما ببین عزیز، چرا شما فکر میکنین آدما باید در ارتباط با من خوب عمل کنن؟ حالا به صورت کلی همچی چیزی نیست عزیز. اصلا برخی از آدما میخوان خوب عمل کنن، اشتباه میکنن، بلد نیستن، غلطه. اصلا یه کسی فکر کنه مثلا اصلا میخواد بیاد برای شما همه کار بکنه، ولی اون چی که میخواد بکنه اصلا شما دوست ندارید. شما الان ممکنه کسی براتون غذا درست کنه، بیا من غذا درست کنم، زحمت کشیدم بخور، شما اصلا رغبت نکنید بخورید، برای که مثلا فکر کنید آدم مثلا تمیز نیست. اصلا اینو رها کنید. یعنی ببینید هیچ وقت شما مسئولیت خودتون رو باید بپذیرید که من در جهت یه آدمی یه مقدار تصمیمی گرفتم با اطلاعات کم و یا اطلاعات غلط یا اطلاعاتی که باید می‌رفتم چک می‌کردم. چرا عرض من در جهت رابطه اینه که نه تنها تحقیق کنید، میگم در موارد مهم وسواس به خرج نشون بدید، یعنی بدونید که اون آدم ای بسا حرفی که میزنه درست نیست، یا حتی خود بیچارش نمیدونه که حرفی میزنه که درست نیست. من احساس میکنم خود بیچارش نمیفهمید که واقعا چیکار میکنه. خب من با تو موافق بیشتر با تو موافقم. برابرین یه آدمی است که در حقیقت در یه آن یه تصمیم گرفته، فکر کرده یه جوری حل میکنه، شما رو هم درگیر کرده، بعدم نشده، بعدم خب نشده که نشده بهتر. برای این آدم که مناسب به شما نبوده. شما ببینید الان خشمتون از اینکه من چرا نفهمیدم یا انتخاب کردم دوم، این چرا همونی که باید می بود نیست. خب حالا آی دکتر داستان به اینجا ختم نمیشه. این تموم شد و 4-5 روزی گذشت، 4 روز گذشت که دیگه همه جا دیگه منو بلاک کرد، منم دیگه باهاش تماسی نگرفتم و به خودم گفتم که فراموش میکنم این داستان، من دیگه بچه که نیستم کمش بکنم. و جالبه بعد 4 روز دیدم که دوباره به من پیام زد، سلام چطوری. منم که کلی تو اون 3-4 روزی که گذشته بود داغون شده بودم و واقعا حتی گریه کردم، خیلی گریه کردم که چرا این بلا رو سر خودم آوردم، یعنی اینقدر حواسم نبوده، نمیتونستم اصلا احساسم رو کنترل بکنم. بعد همین که پیام زد شروع کردم به من زنگ زد و گفتم سریع تماس بگی باش صحبت کنم. گفتم چی شده، چرا برگشتی لعنتی؟ من تازه حالم یه کمی داشت خوب میشد، میخواستم خوب بشم تازه، چرا برگشتی؟ گفتش که من اگه ازت بخوام با من بمونی میمونی؟ گفتم من آخه به شما چی بگم، من چجوری با شما بمونم؟ شما بعد یه دیدار به من گفتی من باهات بازی کردم، من میخواستم عاشق بشم نشدم، من هنوز عاشق شوهرم، من چجوری بیام اصلا باهات دوباره وارد رابطه بشم؟ من میترسم، من این کار نمی کنم، مگه اینکه بری رو خودت کار بکنی، روانشناس بری، از این رابطه کامل بکشی بیرون، شاید حالا اون موقع من موندم من باهات حرف. بعد ولی اینا رو گفتم، اما احساسم میدونست، من به شدت از این دختره خودش میدونست خوشم اومده و منو درگیر کرد. خیلی خوب، بنابراین با وجودی که به شما گفتن این ریسمانی که میبینید شاید مار باشه نیشتون بزنه، شما هنوز گفتید چون دوست دارم، رنگش خیلی قشنگی، رفتید نزدیک شدید. عزیز شما خیلی بیمسئولیت حرکت میکنید. عزیز دل شما به من زنگ میزدید میگفتی این دختر این کارا رو کرده، اینا رو هم گفته، میگفتم تو با یه دیوونه سر کار داری که خودش هم نمیدونه چی میخواد، بعد شما تازه میگید نه این دیوونه، برو خودتو درست کن بیا من میخوام. چون خودم من اصلا میگم خوشش نیومده. بذار به شما یه چیزی بگم، اتفاقا آدم از دیوونه بیشتر خوشش میاد، برای که غیر عادی عمل میکنن. البته خودش هم دیوونه باشه اون وقت اون ضرب المثل فارسی میاد، دیوانه شو دیوانه ببیند خوشش آید. آخه عزیز دل خیلی غیر واقع بینانه حرف میزنی، یه دختری اومده بعد از یه مدتی اون حرفا رو به تو زده. اصلا قبول، مثلا من میپذیرم که این دختر حتی از نظر رفتارش، حالاتش، ویژگی‌های جسمیش، هر چی خیلی هم خوبه،
و شما هم خیلی دوست دارید داشته باشید. اشکال کار اینه که به دردتون نمیخوره. علت چیست که از نظر روانی مسئله و مشکل داره. صورتش بسیار خوب، سیرت خرابه. آی دکتر، بعدش تا روز بعد ما صحبت کردیم و اینکه دوباره خواست با من صحبت بکنه، من باش تماس گرفتم و گروه که بعد کارمون بود تموم شده بود، ما شروع کردیم به حرف زدن. بعد من بهش گفتم که میخوای چی کار کنی؟ حالا داریم با هم صحبت میکنیم، هدف چیه؟ میخوای گفتی چی؟ با یه نفر صحبت کردم، بهم گفته از اون رابطه قبلی کلن بکش بیرون و بعد منم میخوام با دوست باشم تا ببینم چی میشه. گفتم آها، خب پس میخوای منو بازی بدی؟ منم این وسط کلی عاشق بشم، بعد معلوم نیست حالا میخوای چیکار کنی؟ بعد حالت خوب شد ممکنه بری بازی؟ گفت من نمیدونم، شایدم. بعد من خیلی ناراحت شدم، عصبی شدم از این حرفش. گفتم چرا؟ چرا؟ گفتم من نمیخوام بازی چه باشم. خب بگه خودت بازی رو دوست داری، برای که من با ارزشم عزیز من. ای بسا بسیاری از آقایون میگن خب حالا صبر میکنیم، شد شد، نشد نشد، با که چیزی از دست نمیدیم. حالا بعد این حرفاش من گفتم تلفن رو قطع کنم، باهات تماس میگیرم. بعد شروع کردم پیام براش فرستادم، گفتم که ببین من فکرامو کردم، نمیخوام باهات باشم چون تو آماده رابطه جدید نیستی، منم حساس کردی، من نمیتونم این رفت و آمداتو نادیده بگیرم، بعدا میترسم بهت گیر بدم، روش حساس میشم، من خودمو میشناسم، من حساس بشم دیگه گیر میدم بهت، این دعوا میشه. عزیز من میدونی معنی صبر کن، میدونی از نظر من معنیشه، معنیش اینه که تو یه جوری با من کنار بیا، من میخوام با تو باشم، یعنی بیا گولم بزن. حرفایی که شما زدید، نه من بهش گفتم من نمیخوام دیگه باشم، بعد به من زنگ زد گفت پس دیگه تموم. خیلی خب، پس بنابراین شما وقتی که گفتید نمیخوام با تو باشم، وقتی زنگ زد نباید جوابشو میدادید که اون بگه دیگه تموم. چرا دادی؟ آها من میدونم. عزیز من، تو از یه دختر خوشت آمده، این دختر اونی که تو میخوای نیست، به سازی هم که تو میزنی نمیرقصه. حالا همینجوری نیمه رقصش با یه ترانه دیگر قبول داری، مبارکت باشه. نه این آدم برای تو همسر میشه، نه برای تو رابطه درست میشه، فقط دردسره. اگه بخوای جدی بگیریش، ولی اگر مثل او شوخی بگیریش، تو یه رابطه خیلی سطحی گذرا باشه، عاشق شوهرش هم باشه. مگر آدم ها نیستن که شوهر دارن یا زن دارن میرن با یک کسی دیگه نزدیک میشن؟ نه دیگه، این قضیه اینجا تموم شد، من دیگه باهاش تماسی نگرفتم. بعد روز بعد نتونستم دووم بیارم، باهاش خواستم تماس بگیرم، بعد دیگه گفتش که نه من رفتم شوهرم رو دیدم، میخوام جدی برگردم به زندگی قبلیم و دیگه نمیخوام با هم حرف بزن، مزاحم من نشد. بنابراین بنده بسیار خوشحالم که بالاخره او یه ذره جلوی شما جدی استاد که به شما نشون بده واقعیت چیه. ولی من بعد این داستان به شدت به هم خوردم، یعنی تا چند روز پیش هم هی درگیر بودم، هنوز چرا هم درگیرم. یعنی عزیز من، عزیز من به من بگو چرا من باید بد حرف زدم. به بابای والا حالت خوبه؟ بد حرف اصلا خوب حرف میزنی چی میشه؟ چوارش بل میکرد تو رو میخواست، اون که دیوانه تر از توه. حالت خوبه قربونت، همون کنار دریا قدم بزن. چی داری میگی؟ یه رابطه ای که اصلا تو هواست عزیز دل، اصلا معنایی نداره. آی دکتر، من بعضی وقتا فکر میکنم که مثلا 20% شانس اینو داشتم که نگهش دارم دختره رو، حالا هر رابطه ای هم که میخواد. من نمیدونم. خیلی خب، حتما شانسشو داشتی، ولی مهم اینست که هزینه که میپردازی چیه. برای نگه داشتنش که اصلا میتونی بری بگیری بیاری تو خونت ببندیش، درش هم قفل کنی نظره بری بیرون. عزیز من، آخه تو خیلی تو هوایی قربونه، یعنی یه فرضی داری، اگر یه کسی یه چیزی گفت یا همون جوری قبولش کن یا همون که خودت دوست داری ترجمهش کن. دوم، تو یه چیزی رو خواستی، حتی خوب و درست هم نیست، برحال یه کاری بکن شاید درست باشه یا به دست بیاری. خیلی غیر واقع بیرانه و غیر مسئولانه است. تو میتونستی اصلا اینو به این صورت در بیاری که این زن برای من بسیار جذاب و نمیدونم جالب و شیرین و چنین و چنان بود و دلم میخواستش، میفهمم. ولی گفتم مارست که نیشت میتونه بزنی، اونم با ویژگی روانی شما.
بعدم شما یه چیزایی به برخورده که قرار نیست به کسی بر بخوره. مردم میرن ازدواج میکنن، 4 تا بچه از کسی دارن، بعد از 20 سال جدا میشن، برای چی بهشون بر بخوره؟ یه روزی هم دیگر رو دوست داشتن و خواستن، حالا ندارن. آقای دکتر، مشکل من این بود که هنوز زمینه که من خیلی وقتا خودم رو قضاوت میکنم، میگم چرا وقتی برگشت تو نتونستی مثل آدم باهاش برخورد بکنی و بذاری ببینی تا رابطه تا کجا پیش میره؟ چرا خب هنوز دعوا کردی؟ چرا هنوز خب دوستش کردی؟ یعنی چی آخه؟ اصلا آخه شما فکر کنید اگر تاکتیکتون رو یا مانورتون رو عوض کنید نتیجه دیگری میداد؟ آخه عزیز، ای نامناسبه چی؟ اگه شما حرفتون این است که به خاطر یه حرف من یا یه کار من یه چیزی خوبی خراب شد، که اصلا چنین نیست. آخه شما همچین نظری داری؟ بعدم شما معلومه یه آدمی هستید که رویایی، که اگر من کارم خوب بود جواب خوبم میگرفت. همچین چیزی نداریم عزیز. این تصور که اگه من خوب عمل کنم جواب خوب میگیرم از کجاست؟ اگر من مهربون و خوب باشم دیگری هم من علاقمند میشه. این همون حرف قدیمی است که من اینقدر محبت و مهربانی و خوبی میکنم که قلب سنگ او رو مثلا نرم کنم. همچی قلب سنگی اصلا نرم نمیشه. نه، رها کن قربونه. و بعد این مقدار واقع بینانه نگاه کن. گفتم از اول صحبتت با من مجبورم بهت بگم اصلا واقع بینانه و مسئولانه نیست، برای که تو وقتی وارد حریم یه دفعه احساسی و عاطفی میشی، یه دفعه 29 ساله نیستی، 2-3 ساله ای، مامان تو میخوای یه ولیت هم بلم نمی کنی. بنابراین رها کن این خانومم، تو به درد او نمیخوری، اونم به درد تو نمیخوره، دیوونت میکنه. حالا سر زدی به کنار دریا ولی سر به بیابان میزنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. ممنونم. من سوالی میتونم بپرسم های دکتر؟ سوال آخرم. بپرس عزیز. سوال آخرم اینه که پس برداشت من این که من عصبی شدم تو اون موقع و پیام دادم که گفتم من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، این من احساس میکنم من انگار آدم خودم رو قضاوت میکنم مدارایی نبودم. آخه اصلا مدارا میکردی هم فرقی عزیزم. من اصلا تعجب میکنم، مثل که تو بگی رفتم یه خونه بخرم 1,000,000 یورو، من فقط 200,000 یورو داشتم، گفتم یه جوری حرف میزنم اونم میداد خونه. آخه عزیز دل، تو چرا اینقدر با غیر ممکن ها میخوایی ممکن بسازی؟ این چه ارتباطی به عصبانی شدن تو داره؟ من دارم این همه پیام 10 دفعه به تو گفتم مثلا خنده داره این رابطه، مثل که التماس کردم به این آقا یه دفعه تو بیا حامله بشو، شکم گنده ای هم بهش گفتم شاید حامله بشه. رها کن مرد، مواظب خودت باش. خوشحال شدم. ممنونم. مرسی آقای دکتر. خواهش. تمنون.